با ختم نشست لایحه مشورتی صلح که روی هدف کسب مشوره برای رهایی 400 زندانی طالبان دایر شد، برخی منتقد برگزاری این جرگه بودند. نیلوفر سخی، استاد دانشگاه جورج واشنگتن و کارشناس مسائل صلح سازی، میگوید نیاز به برگزاری جرگه مشورتی برای آزادی زندانیان طالبان با سابقه جنایی نبود. از بود قانونی یا حقوقی جرگه صلاحیت بخشیدن زندانیان حق العبد را نداره. این صرف یک مرجع مشوره دهی می باشد و این نقش ازی یک مشوره دهی است، از او زیادتر نمی تانه این تصمیمی بگیره که به نوع خود فکر نمی کنم یک کمک خاصی به خود روند پروسه بکنه. نیلوفر سخی گفت این جرگه بیشتر جنبه سیاسی داشت و برای مشروعیت تصمیم رئیس جمهور غنی برگزار شده بود. برای رسیدن به صلح، اعضای جرگه مشورتی خواهان آزادی زندانیان شدند و از طالبان خواستند تا آتش بس فوری در کشور را برقرار سازند. حضور اندک زنان در لوی جرگه و تلاش زنان افغان برای شمولیت در پروسه صلح، بحث‌های مختلف را در میان کارشناسان و طرفداران حقوق زنان افغان به میان آورده است. طی دو روز اول لوی جرگه مشورتی، اعتراض بلقیس روشن عضو جرگه مشورتی و اخلال سخنرانی اصلاح وردک رئیس یکی از کمیته های جرگه مشورتی باعث واکنش های گسترده شده است. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در توییترش نوشته است که قرن هاست مردان و جامعه سالاران تلاش می کنند صدای زنان را خفه سازند و زنان تسلیم ارهاب نشده و میدان را خالی نمی کنند. اصلاح وردک، رئیس یکی از کمیته های جرگه مشورتی، در خطابش با اشاره به برخورد فیزیکی و بیرون کشیدن بلقیس روشن از عاملین رویداد خواست تا عذرخواهی کنند، اما سخنرانی او توسط فردی که خود را ملا آیقاز نماینده طالبان قندهار نامیده است با الفاظ رکیک اخلال شد. اصلاح وردک در صحبتی که با او داشتم در مورد برخورد با زنان افغان اظهار نگرانی کرد. یک خانم در جرگه در جایی که سر مشوره گپ میزنه، مسائل دموکراسی گپ میزنه، لتکوب میشه، زیر پای میفته، این واقعا نگران کننده است. ما تصادف از 2001 به ایسو در تمام جرگه ها اشتراک کردیم. در اولین جرگه که بعد از کنفرانس بن بود، جرگه اضطراری، ما اونجا زیادتر یافتم که احترام به زنان میشد نسبت به اینکه بعد از 20 سال. واقعا بر من نگران کننده است. اگر به میل قم به می منوال دوام داشته باشه، شاید آینده هیچ خانم نتونه که دیگه در قسم مسائل در جرگه ها اشتراک کرده بتونه. از سوی دیگر، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و جرگه مشورتی صلح، با عذرخواهی از بلقیس روشن بخاطر برخورد نادرست، گفت باید صدای هم افراد در جرگه مشورتی شنیده شود. ماری اکرمی، یکی از فعالین حقوق زنان افغان، میگوید صدای زنان در پروسه صلح باید شامل باشد و در مذاکرات بین الافغانی خواسته های زنان افغان برای حفظ دستاوردهایشان در نظر گرفته شود. متاسفانه نماندن که صدای مردمه، خانم بلقیس در حقیقت صدای مردمه در اونجا بلند کردن، نگذاشتن که صدای از اونا شنیده شود و برخورد غیر انسانی که صورت گرفت اصلا قابل بخشش نیست و اصلا نمیتونیم که بپذیریم. شبکه زنان افغان در نامه سرگشاده از رهبران جهان خواستند تا در کنارشان بمانند و از حقوق زنان در افغانستان محافظت کنند. در حالی که حفظ دستاوردهای زنان در طول پروسه مذاکرات با طالبان یکی از عمدتترین نگرانی های زنان افغان به شمار می رود، اعضای جرگه مشورتی با نشر اعلامیه طرف های درگیر در جنگ خواستند تا برای رسیدن به صلح پایدار باید انحطاف پذیر باشند و رئیس جمهور غنی وعده سپرد که حکم رهایی 400 محبوس طالب را امروز یکشنبه امضا می کند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.